سلام، من دکتر مهرناز اسدی هستم و به دلیل اینکه حس میکنم مردم عزیز ما خیلی بابت بیماری کرونا نگران هستند و تا حد زیادی به این نگرانی اونها حق میدم، امروز تصمیم گرفتم که یک بخش پرسش و پاسخ رو در پیج اینستاگرام خودم بذارم و به سوالات و نگرانی های شما جواب بدم. حجم سوالاتی که به من رسید تو همون دقایق اول بسیار زیاد بود. بسیاری از سوالات نگرانی های مشترک و مشابه داشتن، لذا فکر کردم که به جای اینکه به صورت دستی پاسخگوی شما عزیزان باشم، با چند تا ویدیو و به صورت طبقه بندی شده پاسخگوی سوالات شما باشم. امیدوارم همه سوالات رو بتونم جواب بدم. اگر سوالی بعد از انتهای این کلیپ ها باقی موند، باز هم برام بفرستید، اونها رو هم جمع میکنم و پاسخگو خواهم بود. هدفم این هستش که کمک کنم آرامش و اون حس خوبی که همین هر ساله در ماه اسفند و هفته های آخر سال داشتیم و به استقبال بهار می رفتیم، باز همین حس خوب به خونه های ما برگرده، منتها با یک مقدار تغییرات نسبت به سالهای گذشته. من تو ویدیوهای آیندهم به ترتیب، یعنی ویدیوهای همین امروز، به ترتیب ابتدا در خصوص خود بیماری توضیح میدم، بعد درباره علائم بیماری، نشانه های بیماری، بعد درباره اینکه چه موقعی به بیمارستان مراجعه کنیم، چه کسایی بیماری شدید میگیرن، روش های پیشگیری چی هست، چه روش های درمانی رو اتخاذ میکنیم، چه رژیم غذایی یا توصیه میشه و مهمترین چیز، وقتی بیمارستان بستری شدیم انشاءالله بهبودی پیدا کردیم و ترخیص شدیم، چه از بخش مراقبت های ویژه، چه احتیاطاتی رو خودمون و خانواده ما باید انجام بده، کی میتونیم دوباره مثل یک فرد عادی به سطح جامعه برگردیم، آیا این بیماری برای ما عواقب جبران ناپذیری خواهد گذاشت. عوامل بیماریزا که وارد بدن ما میشن و بر حسب حالا ساختاری که دارن، شکلی که دارن، میان یک قسمتی از بدن رو درگیر میکنن و وقتی اون قسمت به هم میخوره، علائم اون بیماری ایجاد میشه، متفاوتن. پس ویروس ها یک دسته از عوامل بیماریزا هستن. حالا ویروس کرونا چی؟ ویروس کرونا هم یکی از ویروس های تنفسیه، یعنی عمده علائمش رو و درگیری هاش رو در سیستم تنفسی ایجاد میکنه. چطوری این کار میکنه؟ اینطوری، ویروس از راه مجاری و مخاطهای تنفسی، از بینی، از دهان، گهگاه از مخاط چشم، چون این مخاطها از طریق مخاط چشم، از چشم ما به دلیل مجاری اشکی ما به داخل حفره بینی ما همه راه هستش، این خودش رو به سیستم تنفسی ما میرسونه و وقتی که اونجا رسید یه مهمان ناخوانده است و شروع میکنه به ایجاد علائم. تو ویدیو بعدی میخوام بگم بهتون که چجوری ویروس کرونا فرد رو دچار علائم مختلف میکنه. خب، مطلب بعدی که میخوام در مورد صحبت کنم اینه که حالا که ویروس کرونا وارد مخاطهای تنفسی و مجاری تنفسی ما شد، چه اتفاقی برای ما میافته؟ ببینید، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. بدن آدم ها با هم متفاوته. حالا این تفاوت ها عمدتاً تفاوت های ژنتیکی و وراثتی هستش. یه بخش دیگه ایش تفاوت های فیزیکی و جسمانی هست. حتی در اون تفاوت های فیزیکی و جسمانی هم نقش وراثت خیلی پررنگ و بارزه. منظور من چیه؟ همونطور که همه افراد مبتلا به تومور و سرطان نمیشن، بنابراین در خصوص اینکه افراد مبتلا به ویروس کرونا یک شکل بیماری از خودشون نشون بدن همینجور نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در بسیاری از ما وقتی ویروس کرونا وارد بینی شد، وارد مخاط تنفسی شد، علائمی شبیه یک سرماخوردگی ایجاد میکنه. یعنی
اگر قراره که ویروس علامت دار باشه، چون ممکنه در تعدادی از ما ویروس وارد بشه، بدن ما هم انقدر قوی باشه عینی خیالش نباشه، همون علائم سرماخوردگی رو هم نشون نده. حالا اگر قرار باشه که ما جزو اون افرادی باشیم که علامت دار باشیم، در تعداد زیادی از ما ویروس علائمش به شکل سرماخوردگی. حالا این سرماخوردگی علائم خود این سرماخوردگی خفیف طیف وسیع داره از علائم. میتونه به صورت گرفتگی بینی، احساس خشکی بینی، از دست رفتن حس بویایی، از دست رفتن حس چشایی، احساس خارش و قلقلت در گلو، در گوشها، گوشدرد، گلودرد، سردرد باشه. مختصری عدسه، آبریزش، تب باشه، بدندرد باشه، حتی علائم گوارشی باشه. ما در خیلی از سرماخوردگی های فصلی علائم تنفسی و علائم گوارشی داشتیم. ممکنه بشه که درد معده، دلپیچه، اسهال باشه، ولی اونها در ویروس کرونا خیلی بارز نیستن. یعنی در ویروس کرونا خیلی علائم گوارشی مثل اسهال و دلپیچه و دلدرد بارز نیستن، یا سرفه های تک تک و خفیف داشته باشیم و یه مختصری حس سنگینی رو قفسه سینه‌مون داشته باشیم. عمده کسایی که گرفتار میشن علائم تنفسیشون به این شکل است. این یک بیماری خفیف علامت داره. حالا میریم تو کلیپ بعدی ببینیم بیماری شدید به چه شکلیه. خب بریم ببینیم که علائمش یک بیماری کرونایی شدید چه شکلیه. گفتیم که افراد با هم تفاوت دارن، تفاوت‌های فردی و از اون مهمتر تفاوت‌های ژنتیک. اگر که ما فرد مستعد باشیم، ویروس که یک مهمان ناخوانده است میره در یک سری محل‌هایی در داخل ریه‌های ما اونجا میشینه به عنوان یک مهمان ناخوانده و شروع می‌کنه به ایجاد آسیب. این ایجاد آسیب میتونه باز هم از خفیف، متوسط تا شدید باشه. خب چه علائمی داره؟ ریه های ما وظیفه‌شون تبادل این گازها بوده، یعنی باید یک هوای تازه رو وارد روی بدن میکردن، اکسیژن به اندام ها میرسوندن و هوایی که گاز کربونیکش بیشتر بوده ناشی از سوخت و ساز بدن بوده رو در بازدم پس میدادن. خب وقتی ویروس به شکل مهمان ناخوانده وارد ریه های ما شد و به ریه های ما آسیب زد، این وظیفه تبادل اکسیژن و گاز کربونیک در ریه ها مختل میشه، پس تنگی نفس پیدا میکنه، درد قفسه سینه‌مون بیشتر میشه، سرفه ها امان ما رو میبره، انقدر سرفه ممکنه بکنیم که نتونیم غذا بخوریم. تنگی نفسمون درجات مختلفی داره. باز هم تنگی نفسمون میتونه از خفیف تا شدید باشه. یعنی اون کسی باید بیاد بیمارستان که وقتی میخواد حرف بزنه، مثل من عادی داره حرف میزنه، نتونه حرف بزنه، بریده بریده حرف بزنه. در انجام کارهای شخصیش هم با مشکل داشته باشه. درد قفسه سینه شدید داشته باشه. سرفه امانشو ببره، دائم سرفه کنه، انقدر سرفه کنه که هیچ کاری نتونه کنه، سرفه میگم امانشو ببره. یا خانواده ببینن این انقدر حالش بده که انگار دیگه راه نمیتونه بره، هوش و حواسش سر جاش نیست، این فرد احتمالاً اونیه که باید بیاد و بستری بشه. منظورم چیه؟ منظورم اونیه که اون که در حد سرفه های تک تکه، که فقط حسه یه سنگینی روی قفسه سینه‌اش داره یا برای فعالیت‌های سنگین تنگی نفس پیدا می‌کنه، اون می‌تونه با استراحت در منزل، با رعایت نکاتی که میگم، با حفظ آرامش، با استفاده از کلینیک‌های الکترونیکی و سامانه‌هایی که وزارت بهداشت و دانشگاه راه انداختن، از مشاوره متخصصین کمک بگیره و در خونه بمونه. حالا بریم ببینیم که
اگر که بیماری شدید شد اومد بیمارستان چه اتفاقی براش میفته؟ خب بریم یه بار دیگه یه خلاصه بگیم و به توضیح بدیم ببینیم چه کسایی ممکنه بیماری شدید رو بگیرن. ببینید این چیزی که من الان نشونتون دارم میدم این یه عکس شماتیکه. این جزها که میبینید اینا ریه های ما هستن، اینم قلب ناز ما هست بین ریه ها. این چیزی که به رنگ آبی میبینید مجاری تنفسی هستن که بعد از بیرون اینجا هوا وارد ریه ها میشه، اینجوری میاد و میاد تو این ریه های ما پخش میشه. خب هوا رو دارن میگم. حالا ویروس کجاست؟ چطوری وارد بدن ما میشه؟ ویروس از طریق قطرات و ذرات تنفسی آلوده. یک کسی توی صورت ما سرفه یا عطسه میکنه، یه بیمار. اون تو سرفه و عطسش یه سری قطرات تنفسی آلوده داره، ما با هوایی که میکشیم وارد ریه هامون میکشه، هوایی که نفس میکشیم. یا نه، یه فرد بیمار عطسه و سرفه میکنه، با دستش دستمال نمیذاره، دستشو میکشه رو میز، شما هم همین دست همینطورتون رو میکشید روی اون میز، این دست آلوده است به اون ذرات و قطرات آلوده، میکشید به بینی دهن خودتون، اون قطرات تنفسی حاوی ویروس وارد ریه‌های شما و وارد این رنگ آبی میشن و خودشون رو به داخل ریه‌ها میرسونن. خب برسونن، من که گفتم تفاوت‌های فردی وجود داره. آیا همه بیماری شدید کرونا میگیره؟ نه، کرونای شدید باید بره جای خودش رو پیدا بکنه، مثل یه دونه کلید که باید در یه جایی رو باز کنه، بعد یه جایی بره کلیدش رو بندازه به یه قفلی وارد اون قسمت ریه بشه. منظورم اینه که اگه اون ویروس رو یه کلید فرض کنید که با اون قطرات تنفسی وارد ریه‌های ما شده، حالا باید بره قفلش رو پیدا کنه، قفلش رو باز کنه تو اون فرد مستعد، تو اون فردی که حساسه که ویروس رو بگیره. حالا نشونتون میدم. فرض کنید این کلید اون ویروس بدجنسه که وارد ریه‌های ما شده از طریق اون قطرات تنفسی. حالا ببینیم رفت تو ریه ما. ریه یه نفر ما قفلش اینه، ریه یه نفر ما قفلش اینه. ببینیم کلید مگه هر دو رو باز میکنه؟ نه. آیا کلید اینو باز میکنه؟ نه، باز نمیکنه. این اون فردیه که احتمالاً بیماری شدید نمیگیره، یا علائمش بسیار خفیفه، یا مثل یه سرماخوردگی شدید علائمش. اما یه ده قفلشون اینه. باز شد، ویروس میره سر جاش، به عنوان یک مهمون ناخوانده جا خوش میکنه و اون تغییرات و آسیب هایی که گفتم تو ریه رو میزنه. حالا ببینیم ویدیو بعدی قفل و کلید ماجراش چیه. چه کسایی بیماری شدید میگیرن؟ چه کسایی بعد از اینکه ویروس قطرات تنفسی آلوده حاوی ویروس وارد ریه های مهربونشون شد، ریه هاشون آسیب جدی میبینه؟ کسایی که اون قصه قفل و کلید، کسایی که گیرنده های ویروس رو دارن، گیرنده های مخصوص ویروس، همون تفاوت های فردی. چه کسایی؟ بچه ها، خانمای باردار، مردا، زنا، کدوم افراد؟ افرادی که بیماری های زمینه ای دارن. تصور ما از بیماری‌های زمینه‌ای سرطان، پیوند کلیه، بیماری‌های خونی اینهاست. ولی بیماری زمینه‌ای از نظر شیوع فقط به اینها منحصر نمیشه. الان بیشترین بیماری‌های زمینه‌ای در کل جوامع بشری بیماری‌های مزمن مثل چاقی، فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، چربی خون بالا هستش. شاید از نظر شیوع این بیماری ها تعدادشون در جامعه خیلی بیشتر از حالا پیوند کلیه،
سرطان خون، سرطان کلیه باشه، در کل جهان رو منظورم هست. پس افرادی که مجموعه از این بیماری های زمینه‌ای رو دارن بیشتر احتمال داره به انواع شدید ویروس مبتلا بشن. پرسیده بودین آیا بچه ها گرفتار میشن؟ چون بچه ها معمولا بیماری های زمینه‌ای کمتری دارن، تا اطلاعاتی که امروز داریم بچه ها به بیماری اگر مبتلا بشن به نوع خفیفتر مبتلا میشن. به نظر میاد که سالمندان و افراد در واقع مسن اجتماع که مجموعه ای از بیماری های زمینه‌ای در اونها نسبت به جمعیت جوان شایع تره بیشتر مستعدن. اما آیا به این معنیه که جوان ها گرفتار نمیشن؟ ما الان خیلی جوان ها رو داریم که به خاطر حالا مسائل وراثتی یا به خاطر مسائل محیطی هم چاق هستن، هم فشار بالا دارن، هم چربی بالا دارن، هم مشکل قلبی دارن، هم قلب خونشون بالاست. خب اینطور نیست که اینها صرفا به خاطر اینکه 30 سالشون گرفتار نشن. پس اینجاست که نقش مراقبت، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خیلی پررنگ میشه. چرا؟ چون من باید حواسم باشه. من ممکنه فردی باشم که بیماری خفیف میگیرم، ممکنه فردی باشم که بیماری در حد سرماخوردگیه، ولی میتونم به دلیل سرایت بالای ویروس، ویروس رو به اون کسی منتقل کنم که اون بیماری شدید ریوی رو میگیره. برای همینه که انقدر تاکید داریم تو خونه ها بمونیم و انقدر تاکید داریم فاصله 1 متر رو رعایت کنیم، 1 متر تا 2 متر، انقدر تاکید داریم که تو محیط های پر ازدحام رفت و آمد نکنیم، انقدر تاکید داریم که بهداشت دست هامون رو رعایت بکنیم.